خانواده رسانه ها در افغانستان بار دیگر به ماتم کشانیده شدند. برای دومین بار موتر حامل یکی از رسانه های خصوصی موسم به تلویزیون خورشید آماج انفجار ماین کنار جاده قرار گرفت. این رویداد در حوزه چهارم امنیتی کابل رخ داده است که تلفاتی را نیز و کارکنان این رسانه و موتر حاملش وارد کرده است. حادثه توریستی امروز بالای موتر عامل کارمندای تلویزیون خورشید برابر است به دهم جوزا که امروز هشتمین سالگرد تأسیس رادیو تلویزیون خورشید نیز می باشد. ساعت 4:25 دقیقه دمی ساحه موتر حامل رادیو تلویزیون خورشید که همکارای ما را از دفتر به خانه انتقال می دادند مورد اصابت یا عملی ماین کنار جاده‌ای قرار میگیره و دو تن از همکاران ما، یک خبرنگار اقتصادی ما آقای میروایت شاه شهید میشده یادسه که از خداوند بهش بهشت بر این تمنا دارم و یک کارمند فنی ما آقای شفیق امیری در یادسه شهید میشه و به تعداد 6 تن از کارمندان ما زخمی هستند که الحمدلله 3 تن از زخمی ها وضعیت سیشان خوب است. در این رویداد میرواحد شای امیری یکی از خبرنگاران بخش خبر و شفیق امیری کارمند بخش فنی تلویزیون خورشید جان باختند و 5 تن دیگر مشمول ذبیح‌الله دوراندیش و مدینه مروت خبرنگار تلویزیون خورشید زخم برداشتند. مسئولان در تلویزیون خورشید میگویند که نهادهای امنیتی باید در مورد چند و چون این رویداد با خانواده های قربانیان پاسخ دهند. انتظار داریم که نهادهای امنیتی حادثه امروز پیگیری بکنند و دلیل این حادثه را و نتایج تحقیقاتشان را شریک بسازند، چون با آدرس خورشید تهدید بالقوه از طرف تروریست ها متوجه تا هنوز نبوده و ما چیز را دریافت نکردیم. کماکانی که نهادهای امنیتی هم گزارش را از اینکه تهدید امنیتی نسبت به خورشید و تلویزیون خورشید وجود داشته باشه را با ما تا هنوز شریک نساختن. دود بالا شد از همون طرف که دود بالا شد انفجار شد موتر دیگه تو البته دریور او گار شد موتر بیداره شد که موتر اون دو قسمت خورد مردم ها باز دوید زخمی ها گپا را کشیدن در انجراب یا انداختن بسیار مردم زیاف او گار شده بوده. انفجار اونجا انفجار شد ما از دکان برامده موتر رفت عریق شد اونجا خدا زد بردیم گلدان. تا هنوز مسئولیت این رویداد را هیچ گروه به دوش نگرفته است. پیش از این نیز موتر کارکنان تلویزیون خورشید آماج ماین مغناطیسی قرار گرفته بود که در آن دو کارمند این رسانه به گونه جدی زخم برداشته بودند. حوالی ساعت 4 عصر امروز موتر حامل یکی از رسانه‌های خصوصی آماج عملی انتحاری قرار می‌گیرد که در این رویداد دو تن جان باختند و نزدیک به 5 تن دیگر در این رویداد زخم برداشتند. عمران خراسانی، PMG، کابل.